روز چهارشنبه ایالات متحده گزارش سالانه خود را در مورد آزادی مذهبی در سراسر جهان منتشر کرد که خبر مربوط به آن نیز در این بخش خبری منعکس گردید. اما بخش مربوط به چین در این گزارش بر این نکته تاکید دارد که در این کشور هنوز هم هر سال هزاران نفر به دلیل انجام مناسک دینی و یا داشتن ایمان به ادیان دستگیر می شوند. همکارم با استفاده از گزارش مبسوط وزارت امور خارجه آمریکا گزارش کوتاهی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. در گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی مذهبی آمده که مقام‌های چینی همچنان به دستگیری هزاران نفر در سال ادامه می‌دهند که اعتقادات مذهبی آنان به زعم مقام‌های چینی باکتری حزب کمونیست چین را تضعیف می‌کند. طبق این اقدام همه مکان‌های عبادت باید اندیشه شی جین پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی رایج را و چینی سازی دین را ترویج کنند. این گزارش می‌افزاید کسانی که از این قانون پیروی نمی‌کنند شکنجه، آزار فیزیکی، دستگیر، ناپدید، بازداشت، محکوم به زندان و تحت تلقین اجباری ایدئولوژی حاکم بر حزب کمونیست چین قرار می گیرند و یا اتهاماتی مبهم یا غیر اساسی علیه مؤمنان به سایر ادیان و مذاهب مطرح می گردد. اگرچه فقدان شفافیت مقام‌های چینی تشخیص دقیق تعداد بازداشت‌ها و زندانیان را غیر ممکن ساخته، اما برآورد شده که افرادی که در طول سال 2023 به دلیل اعتقادات مذهبی خود زندانی شدند تا بیش از 10,000 نفر بوده است. این گزارش می‌گوید که کمی بیش از نیمی از چینی‌ها فاقد دین و مذهب هستند، در حالی که 18.2% از جمعیت این کشور بودایی، 5.1% مسیحی، 1.8% مسلمان و 21.9% پیرو سایر ادیان هستند. فقط 5 دین، بودیسم، تائوئیسم، اسلام، پروتستانتیسم و کاتولیکیسم به طور رسمی در چین به رسمیت شناخته شده و مجاز به انجام علنی هستند که باید فعالیت‌های آنان تحت لوای گروه‌های مربوطه مورد تأیید دولت انجام و از نزدیک توسط مقام‌های دولتی نظارت شود. در این حال مقام‌های چینی به طور سازمان یافته نام صدها روستا و یا مراکز مربوط به ادیان مختلف با معانی مذهبی، تاریخی یا فرهنگی را به نام‌هایی که ایدئولوژی حزب کمونیست چین را منعکس می‌کنند تغییر دادند.